سلام، من علی سیامکی هستم از مانکست. با توجه به روزافزون شرکت‌ها و صنایع معدنی به فناوری‌های دیجیتال به خصوص اینترنت اشیا، حجم اطلاعات و داده‌های تولید شده در معادن به شدت افزایش یافته. جمع‌آوری، نگهداری و تحلیل این داده‌ها با چالش‌های متعددی همراهه که توجه به این چالش‌ها موفقیت یا شکست طرح‌های هوش مصنوعی را به دنبال خواهد داشت. در این اپیزود صحبت دکتر علی سوفسطایی، مدیر هوش مصنوعی شرکت وله را میشنویم در مورد اهمیت داده در صنعت معدنکاری. دکتر سوفسطایی در مورد تعریف و اهمیت داده صحبت خواهند کرد و در اپیزودهای بعد به چالش‌های داده در معدنکاری خواهند پرداخت. امیدوارم از این اپیزود لذت ببرید. همونجور که از عنوان صحبت امروز مشخصه، ما قراره که راجع به اهمیت داده‌ها در صنعت معدن صحبت کنیم و چالش بهره‌گیری بهینه از آن. حالا نمیدونم که آیا زمان میرسه امروز که ما وارد بحث چالش‌ها بشیم یا نه، ولی من صحبتم رو از قسمت اول این تایتل شروع میکنم و تلاشم بر اینه که اول یک نگاه درست و علمی به دوستان بدیم راجع به بحث داده و بعد از اون راجع به اهمیتش در صنعت معدن صحبت بکنیم و اگر که حالا امکانش باشه جلسه آینده وارد بحث چالش‌های بهره‌گیری بهینه از اون بشیم. خب پر واضحه که داده‌ها همیشه سوخت اولیه و منبع اصلی یا در حقیقت نقطه شروع بحث خلاقیت و آنالیز کاربردی در جهت حل مسئله هستند. یعنی بدون داشتن داده عملاً تعریف هر گونه فعالیت مرتبط با آنالیز مربوط به یا بهینه‌سازی یا پیش‌بینی شوخی بیش نیست و نقطه آغاز و سرآغاز این داستان در حقیقت دیتا هست. از طرفی امروزه داده‌ها پتانسیل قدرت شرکت‌ها هستند در پیشبرد اهدافشون. حالا در صنایع دیگه ممکنه دیتا نقش حتی خیلی مهمتری رو ایفا بکنن، ولی در نقش در صنعت معدن هم به نوبه خود امروزه میبینیم که شرکت‌های معدنی پیش رو هستن که تونستن از این پتانسیل و این توان بالقوه خودشون به نحو احسن استفاده بکنن. همونجور که شما میتونید توی لیست مثلا 50 شرکت برتر در خصوص اینویشن یا خلاقیت نگاه بکنید، در سالهای گذشته میبینید که اگر شرکت‌های معدنی رو جستجو بکنید، شرکت‌های مثل وله، ریوتینتو و در مراتب بعد بی اچ بی یا انگلو امریکن شرکت‌هایی بودن که به نحو احسن تونستن از این پتانسیل استفاده کنن و الان رتبه‌های خوبی رو در خصوص بحث خلاقیت و پیشبرد اهدافشون داشته باشن. باید بدونیم که در حقیقت بدون داشتن داده هیچ گونه برنامه‌ریزی برای آینده معنا نداره، چون زمان شما میتونید برنامه بریزید که اون پایه های برنامه ریزیتون رو بر اساس داده باشه. از طرف دیگه پیدا کردن ریشه مشکلات غالباً و اساساً بر خصوص بر پایه تحلیل داده هاست. یعنی اگر دادهی وجود نداشته باشه شما به هیچ عنوان نمیتونید به ریشه مشکلاتتون پی ببرید. خب شاید همین 4 موردی که من اشاره کردم بتونه در آغاز بحث به اهمیت این موضوع رو به شما نشون بده و اهمیت داده ها رو در همه صنایع و به خصوص صنعت معدن به شما نشون بده، ولی در ادامه صحبت امروز بیشتر صحبت میکنیم راجع به سایر ابعاد اهمیت داده ها. خیلی قبل از اینکه حالا بیشتر من وارد این بحث اهمیت بشم، دوست دارم یک تعریف درستی از داده داشته باشیم. شاید دوستان قطعا آشنا هستن با هرم دانش یا اون بحث Data Information Knowledge یا Wisdom یا DIKW و این خیلی مهمه، چون توی صحبتهایی که قاعدتم غالبا من با دوستان دارم، حتی متخصصین دارم، میبینم که جای کلمات رو اشتباه استفاده میکنن و مفهوم داده رو درست متوجه نشدن و بعضی وقت داده با Information یا با اطلاعات یا با دانش مخلوط میشه و افراد نمیتونن قدرت تشخیص درستی ندارن. از اونجا که صحبت ما امروز و جلسه دو جلسه آینده راجع به فقط داده هست، من تلاشم اینه که توی این جلسه اول این تعریف رو درست بکنم، یعنی به یه توافق با هم دیگه برسیم راجع به داده و بعداً بر اساس این توافق صحبت‌های آینده رو ادامه بدیم.
خب ما میدونیم که در هرم دانش اولین مرحله یا کف هرم دیتا هست، داده هست. حالا این داده ها چی هستن؟ داده ها غالبا اگه بخوایم تعریف علمیش رو بررسی بکنیم، خواصی هستن که قابل مشاهده و اندازه گیری هستن. ما به اینا میگیم داده. مثلا دما، فشار، جریان، ارتعاش. در حقیقت داده ها یه نمادهایی هستن که بیانگر خصوصیت اشیا، روادید و محیط اونها هستن. و دستاورد داده ها دستاورد مشاهده هستن، دستاورد اندازه گیری هستن، دستاورد مشاهده که با هدف سنجش انجام میشه هستن در حقیقت. خب داده ها ممکنه هیچ ارتباط منطقی هم با یکدیگه نداشته باشن و اینجاست که حالا ما میریم مرحله دوم هرم دانش و بحث اینفورمیشن یا اطلاعات که تفاوت بین داده و اینفورمیشن چی هست. اگر ارتباطی بین داده ها کشف شد و در حقیقت داده ها معنادار شدند در خصوص و تون قابل پردازش شدند، اون موقع این داده دیگه نیست، این میشه اینفورمیشن یا میشه اطلاعات. مثلا وقتی شما بخواید سوالاتی رو در خصوص یه اتفاق جواب بدید، چرا این اتفاق افتاد، چه کسی، کجا، کی، چقدر، اینها رو با داده نمیتونید جواب بدید، اینها نیاز به اطلاعات دارن. پس مرحله دوم این هرم برمیگرده به داده هایی که با هم ارتباط داشته باشن. ولی حالا اگر بخوایم خیلی ساده تر بگیم، تفاوت بین داده و اطلاعات در کاربردی بودن اونهاست. به عبارت دیگه اطلاعات از نظر سازه‌ای همون داده هستن، فقط میتونن به سوالات جواب روشن بدن. یعنی شما با داده های خام به هیچ عنوان نمیتونید پاسخ سوالی رو بدید، باید حتما در چارچوب اطلاعات باشه. مرحله بعد و سومین شاید پله از هرم دانش بحث دانش هست یا بحث نالج هست. در حقیقت دانش فرد رو قادر می‌سازه که این اطلاعات رو به نقش کنترل کننده ارتقا بده و اونها رو به یه دستورالعمل، یک رویه اجرایی تبدیل کنه. دانش شاید بشه گفت یه آگاهی از چگونگی یا همون فوت و فن انجام کاره. و مرحله آخره در حقیقت هرم که بحر ویزدم، بحث ویزدم یا خرد هست، که خرد ارزش رو افزایش میده و غالبا خرد نیاز به هوش انسانی داره در حال حاضر و خیلی ربط داره به IQ, EQ و اون تصمیم گیری ها. پس داده و اطلاعات گذشته رو بررسی میکنند، گذشته نگرند، دانش حال رو بررسی میکنه و خرد بیشتر آینده نگره. خب اینجا حالا ما میتونیم بفهمیم که داده چیه و چه اهمیتی برای ما داره، چون اگر پایه این هرم وجود نداشته باشه، ما صحبت کردن راجع به بقیه مباحث بی‌معناست. خب مزیت رقابتی در حال حاضر برای شرکت‌های بدنی فقط بحث داده نیست. یعنی نمیتونیم بگیم شرکت‌های معدنی قوی‌ترن، پیشروترن که داده‌های بیشتری دارن. میزان پیشرفت این شرکت‌ها در رفتن به سمت رأس این هرم دانشه که مزیت رقابتی برای اونها به حساب میاد و شرکت‌های قوی‌تر هستند در زمینه در حقیقت داده پردازی که بیشتر از کف هرم که داده هست به سمت اطلاعات، دانش و خرد حرکت کرده باشن. البته خب بذار من یه موضوع رو اینجا واضح بکنم که جایی که ما داریم صحبت میکنیم، یعنی صنعت معدن داریم صحبت میکنیم، غالبا در دو سطح پایینی هرم صحبت میکنیم، در سطح داده و اطلاعات. چون حتی توی اینداستری تری که الان ما اکثر تکنولوژی همون داره استفاده میشه و حالا داریم گام برمیداریم به سمت اینداستری فور، جایی که بحث ماشین لرنینگ یا بحث ویک ای آی استفاده میکنیم، همه اونها حول و حوش اطلاعات هستن، حول و حوش نالج هستن، ببخشید حول و حوش اینفورمیشن هستن. چرا؟ برای اینکه ما داده ها رو کالکت کردیم و بعد اومدیم روابط بین داده ها رو، پترن بین داده ها رو شناسایی کردیم و بر اساس این پترن حالا یه سری الگوهای اجرایی، یه سری دستورالعمل های اجرایی در آوردیم. خب پس ما در شرکت های معدنی خیلی جا داریم تا از مرحله اطلاعات وارد مرحله دانش یا خرد بشیم. و خب دانش رو میشه گفت خیلی ارتباط داره به بحث اینداستری 4 و بحث استفاده از جنرال AI. و اگر حالا بخوایم بحث خرد رو در
داده پردازی، داده کاویمون استفاده بکنیم، بحث در حقیقت هوش مصنوعی یا استرانگ AI پیش میاد که بحث های اینداستری 5 هستن و اونجایی هستن که دیگه حالا ماشین میاد و کمک میکنه به هیومن که از داده ها بهتر بتونن استفاده کنن. آخرین اطلاعاتی که من از مکنزی دریافت کردم در خصوص هرم دانش در صنعت معدن نشون میده که در حال حاضر حدود 50% در حقیقت اطلاعات و مجموعه داده پردازی ما در صنایع معدنی در بخش داده هست، داده خام، و تنها 30% در مرحله اینفورمیشن هست، 15% در مرحله نالج و تنها 5% در مرحله ویزدم یا مرحله خرد هست. این نشون میده که چقدر جای کار برای استفاده از این داده ها وجود داره. حالا چی شده که این اتفاق افتاده؟ یعنی چی شده که با توجه به همه این داستانی که ما میدونیم بالا رفتن از هرم دانش برای ما داره، شرکت‌های معدنی افتادن توی یک در حقیقت چالشی و از بیگ دیتا و همینطور در این مرحله دیتا و یا حالا بعضیاشون تو مرحله اطلاعات موندن و نتونستن از این هرم بالا برن؟ یکی از مهمترین مسائلی که وجود داره و این باعث این شده، شرکت های استارت آپ و یا ترقت یا شرکت های تکنولوژی محور هستن، تکنولوژی دیولوپر ها، اینها تلاش بر این کردن که از پیشرفت تکنولوژی استفاده بکنن و مرتب انواع سنسورهای سخت رو برای اندازه‌گیری حالا پارامترهای مختلف که همون داده میشه دیولوپ بدن و اینها رو بفروشن به شرکت‌های معدنی. آمار بسیار بزرگی هست از تعداد این سنسورهایی که وارد کلن صنایع مختلف میشه. آخرین آماری که من تونستم بگیرم در کل حالا بحث صنایع نه فقط معدن، نزدیک 15 میلیارد سنسور تا سال 2021 ساخته شده و خب فشار این شرکت ها و این تکنولوژی دیولوپر ها به قول های معدنی که چقدر این سنسور ها خوبن و چقدر دیتا های خوبی میتونن کالکت کنن، باعث شده که هر روز حجم این دیتا ها، حجم این داده ها در شرکت های معدنی بالا بره و پرداختن زمان و هزینه به این دیتا کالکشن باعث شده که اونها رو از مراحل بعدی، یعنی از مراحل اینکه از این هرم بالا برن و این دیتا رو تبدیل بکنن به اینفورمیشن و نالج، باز بداره و در این تله اونها گیر بیفتن. یک مسئله دیگه‌ای که خب باعث این اتفاق شده باز برمیگرده به پیشرفت تکنولوژی و قولهای آیتی، یعنی شرکت‌های بزرگی که اومدن حالا با ارائه سرویس‌های کلاد مشکل بیگ دیتا رو تا یک قسمتی حل کردن. اونها دیگه الان آفرهای خیلی خوبی برای شرکت‌های معدنی دارن که بتونن دیتاهاشون رو در حجم بسیار زیاد روی کلاد ذخیره بکنن و اینها میتونن دیتا ورهاوس‌های گذشته رو تبدیل بکنن به دیتا لیک‌هایی که میتونه دیتاهای بسیار آن استراکچرد رو توی حجم بسیار بالا در خودش ذخیره بکنه. خب اینها حالا نمیخوام وارد بحث چالش ها بشم، ولی اینها که چون مربوط به جلسه آینده است، فقط میخواستم بگم چه دلایلی وجود داره که روز به روز این حجم دیتا ها و داده ها داره در صنایع مختلف و حالا صنعت معدن هم به خصوص افزایش پیدا بکنه. یکی دیگر از مهمترین مسائلی که در بحث داده ها وجود داره، حالا علارغمی که ما هممون میدونیم چقدر مهم هستن، اینه که مدیران تصمیم گیر درک درستی از داده نداره. یعنی اونها فکر میکنن قدرت شرکتشون، قدرت تصمیم گیری هاشون بر اساس حجم داده ای هست که در اختیار داره. من این کاملا غلط. قدرت تصمیم گیری یک شرکت، قدرت خلاقیت یک کشور منوط به پیشرفت اون کالچر، اون مجموعه، اون فرهنگ سازمانی اون مجموعه به سمت دانش هست، به سمت خرد هست، نه بالا بردن حجم دیتا هایی که در اختیار داره. خب برگردیم به سمت حالا داده ها دوباره و اینکه چه منابع اطلاعات، منابع داده ای در حقیقت وجود داره در صنعت معدن. حالا ما میدونیم که پر اهمیت هستن، چالشش هم یه مقداری با هم صحبت کردیم.
یکی از بزرگتری در حقیقت حدود 70% از داده هایی که شرکت های معدنی استفاده می کنن داده های درون سازمانی هست، یعنی داده هایی هست که توسط خود اون مجموعه تهیه میشه. حالا این داده ها ممکنه از طرف سنسورهایی باشه که روی تجهیزات متعدد و متفاوتی نصب کردن، میتونه از طریق آزمایشگاه هایی باشه که دارن تست های مختلفی انجام میدن، و یا ممکنه از در حقیقت میزان فروش یا تولید باشه. 70% منابع داده ها در شرکت های معدنی در حال حاضر از داخل سازمان تهیه میشه و در حدود 20% از داده ها از داده های اوپن سورس تهیه میشه. حالا داده های اوپن سورس منظور مثلا دیتا هایی هست که از طریق وبسایت های متفاوتی قابل تأمین هستن، و مثلا خیلی از شرکت های الان در حال حاضر وجود دارن که دیتا ها رو میفروشن. دیتا ها رو با داشتن یه سابسکریپشن میتونید شما در اختیار داشته باشید. مثلا شرکت ولی الان دیتا های متعددی رو میخره از بلومبرگ، از رویترز، AIS، از جای مختلف. و تازگی ها حالا یه سری شرکت های جدیدی هم که امریکا به وجود اومدن که اینها دارن ستلایت های خصوصی تهیه میکنن به فضا میفرستن، و تا اواسط سال آینده خیلی از شرکت های معدنی دیگه میتونن دیتا هایی رو از معادن خودشون از طریق ستلایت دریافت بکنن و از طریق این شرکت ها دریافت بکنن. در حدود 10% داده ها نیز در صنایع معدنی در حال حاضر از طریق ترد پارتی ها تهیه میشه. حالا ترد پارتی ها میتونن افراد خارج از سازمان باشن، مثلا میتونن بروکرهایی باشن که دیتا هاشون رو در اختیار ما قرار میدن، یا از طریق ایمیل ما اطلاعاتشون رو دریافت میکنیم. خب امروز هم تکنولوژی های متفاوتی مثل NLP یا سایر تکنولوژی ها وجود داره که ما میتونیم دیتا های خودمون رو از داخل ایمیل های دریافت شده، عکس های دریافت شده، ویدیوهای دریافت شده میتونیم جدا سازی بکنیم و استفاده بکنیم ازش. خب یه سوال اینجا مطرح هست که ما گفتیم بالا بردن حجم داده زیاد اهمیت نداره. خب حالا سوالی که مطرح میشه اینه که پس روش درست جمع‌آوری داده در یک معدن یا در یک شرکت معدنی چی هست و چرا ما باید سعی کنیم که دیتاهای کمتر ولی مفیدتری رو تهیه کنیم. ببینید یکی از بهترین روش ها برای اینکه مطمئن بشیم دیتای درستی داریم جمع آوری میکنیم داشتن درک درست از اون بیزینس هست، یا ما بهش میگیم حالا بیزینس آندرستندینگ. در ادامه صحبت هم من حالا یک گذر کوتاهی هم خواهم داشت به روش های دیتا ماینینگ و توضیح میدم که حالا بحث بیزینس آندرستندینگ در اونجا چقدر اهمیت داره. ولی زمانی شما میتونید داده خوب داشته باشید که شما بیزینس خودتون رو خوب بشناسید. حالا بیزینس اینجا منظور مثلا اپریشنیه که مثلا شما میخواید راجع بهش کاری انجام بدید، مثلا لودینگ، هولدینگ، کراشینگ، بلاستینگ، حالا هر اپریشنی که هست. باید درک درست داشته باشید و بدونید دقیقاً از چه نقاطی چه داده‌ای نیاز دارید. اگر این درک درست وجود نداشته باشه شما سنسورهای بسیار متعددی در جاهایی نصب میکنید، دیتاهایی جمع میکنید که این دیتاها قابل استفاده نیستن، به دردتون نمیخورن، فقط زمان و هزینه بر هستن و توان شما رو کاهش میدن در آنالیز و اینرسی شما رو بالا میبرن. خب بعد از اینکه درک درستی از بیزینستون داشتید و گلوگاه‌های دیتا رو شناختید برای جمع‌آوری، حالا میرید اوردر لیست تهیه میکنید و بعد اون مجموعه شرکت باید بر اساس این اوردر لیستی که شما برای دیتا تهیه کردید حالا بره اگر سنسور قراره دیولوب بشه، اگر نصب بشه، اگر کاری باید انجام بشه، اون کار رو انجام بده. یعنی قبل از این که شما اوردر لیستی برای دیتا نداشته باشید، یعنی یک چارچوبی برای حل مسئله در ذهنتون وجود نداشته باشه و درک درستی از بیزینس نداشته باشید، نصب سنسور و دیتا کالکت کردن به ضرر اون شرکت و به ضرر شما خواهد بود. خب سال هاست که یک فرایند استانداردی رو ما برای دیتا ماینینگ در نظر گرفتیم که خیلی از مشکلات جمع‌آوری دیتا رو میتونه حل بکنه. خب
روش هم که احتمالاً همتون آشنا هستید باشه، کراس اینداستری استاندارد فور دیتا ماینینگ یا همون کریسپ بی ام هست، نام به فارسی شاید بشه فرایند استاندارد بین صنعتی برای داده کاوی. البته نمیدونم حالا این مفهوم رو، این تجربه‌ای که من کردم مفهوم رو میرسونه یا نه، ولی مهم نیست. اجزای این مهمه که ما بفهمیم که خب چه دیتایی چگونه باید جمع آوری بشه که به ما کمک بکنه. نقطه آغاز این فرایند کریسپ بی ام در حقیقت همون بحث بیزنس آندرستندینگ هست که ما راجع بهش صحبت کردیم. یعنی شما به خوبی باید مشرف باشید بر بحث اون بیزینس. یه مثالی من برای شما بگم خیلی کوتاه که ببینید چه اتفاق بدی مثلا ممکنه بیفته اگر این موضوع درست توی مجموعه معدنی جا نیفتاده باشه. حدود 6 سال پیش شرکت بی اچ بی استرالیا تصمیم گرفت که در بحث میتننسش یه مرکزی رو به نام سنتر آف اکسلنس بزنه توی، که از قبل هم حالا بود البته، ولی میخواست بیشتر قسمت دیتاشو فعالتر بکنه توی بریزبن. و اینا شروع کردن به استخدام نیرو و اینا شروع کردن به استخدام دیتا ساینتیست از مجموعه متفاوت، مثلا از دیلویت گرفتن، از بنک گرفتن، از نمیدونم آی بی ام گرفت، کسایی که توی صنایع دیگه یا توی رشته‌های دیگه کار دیتا ساینس میکردن. اینا رو استخدام کردن و دیتاهایی هم که حالا از سنسورهای بسیار متعددی روی هر اکویپمنتی داشتن، اینا رو هم در یک دیتا ورهاوس، حالا دیتا لیک نبود اون زمان، بهش در اختیار اینا قرار دادن، گفتن شما بشینید روی این دیتا کار بکنید و اینسایت در بیارید. خب این افراد هیچ بک‌گراند ماینینگی نداشتن و هیچ دید درستی نسبت به اون بیزینس نداشتن، فقط با اعداد و ارقام میتونستن کار بکنن و نتیجه کار بعد 6 ماه خیلی جالب بود. یعنی چیزهای اینها در آوردن که فوق‌العاده خنده‌دار بود، مثلا تراکی که شما محدودیت سرعت مثلا داشت توی فلیت، دیتا ساینتیست این مجموعه در آورده بود اگر میخواین میتننس این کم، هزینش کم بشه، مثلا باید با سرعت 65 کیلومتر در ساعت حرکت کنی یا 70 کیلومتر در ساعت، در ساعتی که اصلا چنین چیزی ما میدونیم که در معدن امکان پذیر نیست. خب بس سایر چیزای این به این شکل. بعد از شکست این پروژه اینا فهمیدن که به جای دیتا ساینتیست باید در کنار این افراد دیتا آنالیست هم داشته باشن. حالا دیتا آنالیست کیا بودن؟ دیتا آنالیست کسانی بودن که تجربه کار با دیتاشون به عمق دیتا ساینتیست ها نبود ولی بک‌گراند ماینینگ داشتن، ولی اون اپریشن خوب میشناختن. اینها اومدن در کنار دیتا ساینتیست ها نشستن و اون فهم افراد رو از اون بیزینس و از اون مشکل کامل تر کردن و بعد حالا اومدن دیتا ساینتیست ها در کنار اینو کار کردن. فاز دوم کریسپ بی ام دیتا اندرستندینگ هست. یعنی حالا اگر فرصت باشه در ادامه ما بعدا راجع به انواع دیتا صحبت میکنیم که حالا دیتا ها چی ها هستن، آن استراکچر چی هن، استراکچر چی هن، به چه صورتی هست، شاید خودتون بهتر از من میدونین. ولی بعد از اینکه بیزینس خوب شناختید باید دیتا رو خوب بشناسید، اینکه این چه دیتاییه، چه جوری این دیتا ها رو میشه باش کار کرد، چه مدل هایی میشه روی این دیتا کار کرد و از این داستان ها. و بعد فاز سوم دیتا پریپریشن هست که خیلی مهمه. این فاز هست که داده خام رو تبدیل میکنه به در حقیقت فاز دوم یا اینفورمیشن، یعنی ارتباط. میتونید دیتا رو، دیتای نویزی رو از بین ببرید، دیتاهایی که خطاهای زیاد داره رو خطاهاشو کم بکنید و میتونید ارتباط بین داده ها رو تا اندازه‌ای بشناسید و بعد وارد فاز مدلینگ یا چهارمین فاز از پریستیم بشید. و بعدم خب بحث اِوالویشن رو داریم که مدل های درست شده رو اِوالویت میکنیم و بعد دیپلوی میکنیم و این چرخه همینطور ادامه پیدا میکنه تا به بهترین حالت برای دیتا ماینینگ برسیم. ولی همونجور که دیدید درسته که دیتا نقطه آغاز بود، ولی برای داشتن دیتاهای درست و کار درست اون بحث بیزنس آندرستندینگ اهمیت بسیار مهم و فوق‌العاده‌ای در این خصوص داشت. دیتاهایی که ما در ماینینگ استفاده میکنیم خب متاسفانه خیلیش آن استراکچرد هستن و الان روشهای متفاوتی توی دیتا پریپریشن باید از اون استفاده کنیم که اون دیتاها رو تبدیل بکنیم به دیتاهای حالا یک سمی استراکچرد یا ساختارمند یا کلاستر شده که از اونا بتونیم بهتر استفاده بکنیم. فقط من یک مسئله ای رو حالا تا در خصوص دیتا هستیم هم توضیح بدم که خیلی شما شنیدید، احتمالاً همتون چالش بیگ دیتا رو شنیدید بارها
و همش سوال پیش اومده که چرا دیتا ها اینقدر بزرگ میشن. یک نظریه هست، نظریه تریویز یا تری وی، حالا از وی اول والیوم، وی دوم ورایتیه و وی سوم ولاسیتی. این سه عامل حجم، تنوع و سرعت باعث شده که حجم داده های ما به شدت در صنعت معدن بالا بره. تعداد زیاد سنسورهای نصب شده و حجم زیاد دیتاهایی که اینها در هر دقیقه یا در هر ثانیه کالکت میشن والیوم رو به شدت افزایش دادن. تنوع متفاوت دیتاها یه مقدارشون ساختار یافتن، بعضیاشون نیمه ساختار یافتن، بعضیاشون اصلا هیچ ساختاری ندارن، بعضیا تایم سیریزن، بعضیا اصلا هیچ منطقی توشون وجود نداره. این تنوع به شدت باعث شده که ما حجم دیتامون بره بالا. و سومین وی ولاسیتی هست که همون جور که در حقیقت میدونیم الان داریم به سمت دیتاهای حالا نیر ریل تایم یا ریل تایم حرکت میکنیم و هرچی این اتفاق بیشتر پیش بره، یعنی هرچی که تکنولوژی این امکان رو به ما بده که بتونیم در فاصله های کوتاه‌تری از زمان دیتاها رو جمع آوری بکنیم تا جایی که دیگه دیتامون آنلاین بشه، خب این بالا رفتن سرعت به شدت روی بحث بیگ دیتا اثر میذاره. البته حالا نظریه های کامل تری هم هست که تا 12 وی رو هم کاور میکنه که انشالله اگر در جلسات آینده صحبتش پیش اومد با هم دیگه صحبت میکنیم. امیدوارم از این اپیزود لذت برده باشید. دکتر یوسف عصایی مباحث مرتبط با داده به خصوص چالش‌ها آن را در اپیزودهای آتی بیشتر توضیح خواهند داد.